مجاهدین را نمی شود از بین. ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستند. مگر گذشته نشان نداد؟ این فکر باقی ماندنی است چون حق. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد، دست دیگری حتما آن را برخواهد گرفت. پس ما حق داریم امیدوار باشیم. ما حق داریم از مشکلات و خطرات نه هراسیم و از اونها استقبال. ما حق داریم بر توطئه ها و توطئه چین ها نیشخند. پرواز تاریخ‌ساز صلح و آزادی تو شرایط اتفاق افتاد که رژیم آخوندی از یک طرف با پیشکش کردن خائنانه سرمایه‌های مردم ایران به طرف حساب‌های خارجیش و از طرف دیگه با تروریسم و گروگانگیری اونها رو، یعنی طرف حساب‌های خارجیشو، درگیر یک بندوبست علیه مقاومت کرده بود که اونها باید تضمین می‌دادن که مقاومت ایران رو محدود کنن و علیه حضور رهبر این مقاومت غرق به خون در فرانسه دست به توطئه بزنن. اینجا باز صحنه‌ای بود که مقاومت باید با تکیه به فداکاری، با ریسک کردن و فرو رفتن در دل خطرها و پرداخت بها از بالاترین نقطه، از بالاترین نقطه رهبری همین مقاومت، توطئه رو خونسا کنه. به همین دلیل برای بی اثر کردن یکی از بزرگترین توطئه های دشمن، پرواز صلح و آزادی به وقوع پیوست و رهبر مقاومت توی یک اقدام بسیار خطیر و پر ریسک در تاریخ 17 خرداد سال 65 به جوار مرزهای میهنمون عزیمت کرد.